عشق از آینه پرسید مرا میبینی؟ پاسخش داد که نه، چون تو را در دیگران باید دید، در نگاه دیگران باید جست، در سلوک دیگران باید یافت. حلقه در چشم کسی کن که تو را بشناسم، غم به سیمای کسی ریز که پیدات کنم. دیدنی نیستی ای جوهر جان، دیدنی شو که تماشات کنم. عشق دیدنی نیست، نگاه به چهره آدم ها نگاه میکنید، عشق رو کشف میکنید. عشق اونها رو تسخیر کرده. عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عاشقم در سراسر دنیا. میدونم که ایرانی ها چیزی بیش از 100 سال دارن تلاش میکنن به یک وصال تاریخی برسن، یعنی معشوق رو به چنگ بیارن، آزادی. امیدوارم که در این راه بالاخره پیروز بشن، که پیروزی در دسترسه، هم سرمایه انسانیش فراهمه، هم فضاش، و هم ایرانی ها از تجربه کردن استبداد به تنگ آمد. آقای امیر درخشان کارگردانی برنامه رو به عهده دارید، سایمان از اون سپاسگزارم. همگنانم چند شب پیش رفتیم و در فستیوال سان دیگو، فستیوال خیلی مهمی است در لاهویا، و برای دیدن فیلمی که عنوان بهترین فیلم مستند رو به خودش اختصاص داد و یک ستایش نامه دریافت کرد. ستایش نامه. معمولا این فستیوال بیشتر ویژه فیلم هایی است که سازندگانش، افرادی که خلاق این آثار هستن، نگاه دیگری به دنیا و روزگار دارن، مضاف بر این که با هزینه اندک حرف های رسا میزنند و در واقع سعی میکنن که دنیای امروز رو بهتر بکنن. فستیوال لاهویا یکی از فستیوال های موفق در ایالات متحده آمریکا، فیلمی که برنده شد متعلق به یار عزیز ما دکتر حسام نوسری است. دکتر نوسری درود بر شما. درود بر شما و هموطنان عزیزم. خب تبریک میگم، جالب بود، فوق العاده. لطف دارید. خاصه این که قبلش هم با هم با دکتر نوسری صحبت کرده بود، ولی فکر نمی‌کردیم که این فیلم بره به عنوان فیلم مستند موفق بشه. دیدیم که این مقالاتی در همین زمینه در نشریات اسرائیل منتشر شد، در هافینگتون پست منتشر شد، دیگه در کجا؟ جروزالم پست و از این قبیل. بله؟ بله. عنوان فیلم هست ایران و اسرائیل. جالبه نیست؟ از سوی نسلی از شخصیت های متفکر ما که در بیرون از ایران رشد و پرورش پیدا کردن، از نوجوانی به خارج آمدن، در اینجا هستن، اما ایران را از یاد نبردن، علاوه بر همه موفقیت هایی که در کار حرفه‌ای خودشون داشتن. دکتر نوسری یکی از اونهاست. این جالبه به نظر من. ایران و اسرائیل. آیا میشه این مناسبات باستانی بین این دو کشور رو احیا کرد؟ یعنی وقتش نرسیده که ما به شکلی از این دشمن تراشی های تعمدی عبور بکنیم، گذر بکنیم و بگذاریم که خاورمیانه روی آرامش آسایش رو ببینه؟ این پرسشی که نوسری در این فیلم مطرح میکنه، به اسرائیل سفر میکنه، هم به دانشگاه هداسا میره در منطقه یهودی نشین، هم دعوت میشه به دانشگاه فلسطینی ها، به منطقه فلسطینی نشین میشه، و در واقع نخستین ایرانی است که از این خط عبور میکنه، از این خط، و با اسرائیلی ها گفتگو میکنه در دانشگاه، و جالبه به نتایج میرسه که نتایج به نظرم درخشانه برای همه ما. تا خاورمیانه این مسیر رو، مسیر بازگشت به عهد دوستی، دوستی های دیرین رو طی نکنه، به نظر نمیسی که ما بتونیم از این بحران عبور بکنیم. دوستان رو فکر کنم که خلاصه مطلب رو درست بیان کردم. ولی دقیقا خب به من بگید که این فیلم از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه، کجا رفتید؟ چون امشب قراره که این فیلم رو با اجازه خود دکتر نوسری در تلویزیون ایران فردا نمایش بدیم. برای اولین بار کل فیلم رو شما میتونید در این
برنامه ببینید فیلمی که برنده جایزه شد در لاهویا جمعا چند دقیقه است؟ 18 دقیقه است. 17. گوش میکنیم، از کجا شروع کردی؟ دهم جولای من پژوهشگران اسرائیل و پژوهشگران فلسطینی من رو دعوت کردن تا در دانشگاه قدس منطقه فلسطینی نشین و همون روز در دانشگاه حدثا که بزرگترین مرکز پژوهشی اسرائیل هست سخنرانی کنن، سخنرانی علمی. بله. اما خب من حیفم اومد که فقط سخنرانی علمی داشته باشیم و از برگزار کننده ها خواهش کردم که آخرین صحبت من که در دانشگاه حدثا بود اون رو اختصاص بدم به تاریخ ایران و اسرائیل. خب دهم جولای صحبتم رو کردم در دانشگاه قدس با حضور دانشپژوهان اسرائیلی در منطقه فلسطینی نشین و دانشجوها. دلیبه. و بعدا همه سوار اتوبوس شدیم، دانشجویان فلسطینی، استادان فلسطینی و استادان یهودی از کشورهای مختلف، از فرانسه، از سوئیس، از آلمان، از انگلستان، ایالات متحده، و رفتیم از دیوار جدایی، از دیوار امنیتی بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در اورشلیم عبور کردیم و بخش دوم صحبت علمی خودم رو در دانشگاه حدثا کردم، این بار با حضور فلسطینی ها. و بخش آخر بعد از ظهر همون روز بود که در این فیلم شما میتونید اون رو ببینید. جالبه. برای نخستین بار بود فکر میکنم، حداقل به اعتقاد دانشپژوهان اسرائیلی، که علم و همکاری علمی موفق میشد که دیوارها رو بشکنه. و این در نوع خودش کم نظیر بود به خاطر اینکه یک ایرانی دعوت شده بود در اسرائیل که یهودی نیست، چون من یهودی نیستم و واسه خودمم خیلی غیر مترقبه بود که دعوت بشم برای سالگرد یکی از دانشکده های حدثا صحبت بکنم، چون قاعدتا اگر صحبتی باشه بایستی احتمالاً یک دانشمند یهودی اون رو انجام بده. کاملا. دکتر روزی، چون وقت نداری باید سریعا بریم فیلم رو ببینیم، در یک کلام به من بگید که امروز اسرائیلی ها درباره ایرانی ها چی فکر میکنن؟ وقتی که خوب کاوش کردید و جستجو کردید چی فکر میکنن؟ ببینید، به اعتقاد من هر چیزی که در مطبوعات نوشته میشه یا حداقل بسیاری از اونها اصلا واقعیت نداره. من در اسرائیل عشق به ایران رو دیدم، من در اسرائیل حضور تاریخ ایران رو دیدم، حضور کوروش، حضور داریوش، حضور خشایارشا. من در اسرائیل عشق به همکاری با ایران رو دیدم. خیلی جالب. من قدم می‌زدم در اورشلیم، از یک خیابون رد شدم، نگاه کردم دیدم اسم این خیابون خیابون کوروش هست. با راننده های تاکسی صحبت می‌کردم، با مردم عادی صحبت می‌کردم. یه صحبتی هم داری در همین فیلم با یه راننده تاکسی نیست؟ دقیقا. اسم راننده چی بود؟ اسم راننده؟ دانیل پور. این آقای راننده تاکسی تنها راننده تاکسی نیست، خیلی از آدم های دیگه من باشون صحبت میکردم، پدر، مادر، همه اهل کردستان، اهل شیراز، اهل تهران بودن و عشقی که به اینها به زادگاه خودشون و یا زادگاه مادری خودشون داشتن فوق‌العاده بود. فوق‌العاده بود. خب بذاری که هموطنان رو معطل نگذاریم، بریم سراغ فیلم. به نظرم خود فیلم بسیار گویاست. صحنه آخر رو فراموش نکنید، دانیل رو ببینید. دانیل در چی میگه؟ ایرانی که دارندگی تاکسی میکنه. دکتر روزری، موافقید با هم ببینیم؟ حتما.
Thank you so much for inviting me. I would like to thank Dr. Musa Bajoli for this invitation, also University of Votes. It's truly a big responsibility on my shoulder, I should say, because for the first time, I'm going to give a talk, a scientific talk, but part A is going to be done at this campus for our friends, Palestinian friends, and the part two of the same presentation is going to be done in Hebrew University. But it makes it also a little bit unique for me because I'm Iranian and I was born in Shiraz. You may have heard about this city. It's famous for its grape and poets. You know Hafez, you know Saadi, and many of them, many others, and beautiful gardens. But also, Shiraz, or Pars, is famous for its kings. Cyrus the Great, Darius, Ahasuerus, Xerxes. And why it's important? Because every single of them played a significant role in Jerusalem. Cyrus, you know him as Kurosh the Great, Darius, and the promotion of the language, Hebrew language, and the protection of Jerusalem by Achaemenids for 200 years, and then Ahasuerus and Esther, the long story of these two exceptional individuals. But then the question is the following: can those molecules be separated from the surface of the infant on the mouth? Before I finish, I would like to say a few words because truly amazing. I really don't know that suddenly I'm here. Because, you know, we have Hebrew University and we have Palestinian University and then I'm Iranian and I'm not Jewish. So maybe there is a message into that. Maybe there is a message into that. That I would like to ask you to come and listen to me and to what I have to say this afternoon at 4 o'clock. I don't have that much time, but I will not miss this important day for not telling you what I have to tell you and is coming from my heart. But let me give our Palestinian friend a gift from the land of spring, Iran. هرچه بگم عشق را شرح و بیان چون بهش آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر سخن روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. Thank you so much.
You know, as an Iranian of Persian heritage, it is a big honor to be here. And I think I'm the first one. So it's also a big responsibility. And I won't forget that. But let me continue with the second part of my presentation. You know, what would happen if we lose two periodontia, not one of them? We saw this morning with one periodontia. I'm going to share with you that when we extract the tooth, the periodontia is gone, and your graft is not going to get affected anymore by the previous genetic information. And that's a good news. It's time to say goodbye to you. You know, let me also give you a gift, a gift of love from the land of spring, my home country Iran, to you. بحری است بحر عشق که هیچش ترانه نیست آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. Thank you so much. More than 2,600 years, the tomb of Esther and Mordechai are intact. Why? Hundreds of thousands of Persians, they gave their life so they would remain intact. When Mongols, they attacked Iran, only 10% of the Persians, they survived. Daniel the prophet, his tomb is absolutely intact. Persians, Jews or not, when they want to get married, that's where they go. Why? The two nations, Jewish nation and Persian nation, they have had an amazing contact for more than 3,000 years. An exceptional relationship. When you have frontier, you negotiate. When you do not have common frontier, you create diplomacy. And we offer the most beautiful form of diplomacy to the world, the two nations, old more than 3,000 years. Ahasuerus fell in love with Esther. He was Zoroastrian, monogam, one wife. And Iranians, they knew that their queen is Jewish. You just think if they had only two children, how many Jewish we would have today in Iran? Just calculate that. It's just crazy. And then for 1,000 years, up to Yazdegerd, when he married Shushandukht, another queen of us, who was also Jewish, and everybody knew that. And Yazdegerd was so much in love with her that in the beautiful city of Isfahan, created one area dedicated to her and their love. And he was also Zoroastrian and monogam. Scientists from Israel, Iran and Palestine, they must get together one more time. For hundreds of years, Jewish were the guardians of Persian culture, music, military, art. For hundreds of years, they had the highest positions in Iran, and they were everywhere.
And I challenge strongly those that they say that currently we have maybe 20,000-30,000 Jews living in Iran. We have more than 1 million living in Iran, and I stand behind this word as well. By tradition, people, they would not count them, as you know. But also many, they changed their names to protect the safety of family after a big attack that we had about 1,400 years ago, where 50% of Persians, they were exterminated. But if you look at history, I checked the history, I went to many libraries, you cannot find one single dark page between Jews and Persians. You cannot. I challenge you to do that. You cannot find one single dark page over 3,000 years. And this relationship was built on love. And then Daniel the prophet, he comes to Iran. And he was supposed to go back. But he stays in Iran. And the most important doctrine of law, Talmud, was written in Iran. And you saw the tomb of Daniel the prophet. The Persians, they loved him so much that they would not bury him. There was a fight between two cities. Until Yazdegerd said that we have to stop that. There should be a tomb for Daniel the prophet. Now scientists from Iran and Israel and Palestine have shown their willingness to collaborate with each other and to learn from one another. And I'm telling you today that Persians, they continue to love this relationship. What you see on TV has absolutely no reality. I know that they have the willingness, scientists, to collaborate with you. Have the brightest scientists, stem cell research, University of Tehran, University of Shiraz, and Mashhad. They have the willingness to collaborate with you because you also have the brightest one. And 1 + 1 is going to become 11. We can challenge the whole world. The solution in eliminating these problems is to recreate that relationship. That relationship was broken. It has to come back together one more time, and it can. Because that love cannot be broken. That love is old by hundreds of years. Just think about that. If Yazdegerd and Shushandoch, they had only 2 children, how many Jews we would have today in Iran? Many of you sitting here, you are Persian prince and princesses. Scientifically, it can be proven. Many of you sitting here, you are Persian prince and princesses. Darius protected Jerusalem and encouraged Jews to use the Hebrew language because people, they could not speak that language. And then Rabbi Yossi promoted the language of Persians. And that's why who protected our music? Murtaza Khan and Edavud, another Persian Jew. And I can go forever how many times it has happened. I published an article in the Huffington Post. Please read it. You just go on Google, put Hesam Nozari, Iran-Israel scientific collaboration. Persians at the University of Tehran, Mashhad, Tabriz, Gorgan, they are very strong in robotic technology. And you are as well. We must collaborate together. And I'm telling you that they are showing willingness. And it cannot be stopped. Transplantation, the brightest we have. And they have shown willingness. Dr. Walter Cohen knows probably better than anybody else because he has had a very close relationship with the University of Shiraz. If I say University of Shiraz, many of you are going to tell me that I have been there. I was involved in that project. And of course, I'm so happy to be here. I'm so blessed, I should say. I'm so blessed to be here. And I'm not dreaming. I promise you that I'm not dreaming. But I repeat one more time. Following this other reunion, I'm published another article in the Huffington Post, but I'm convinced that from Mediterranean all the way to Persian Gulf, this is the solution. Scientific collaboration, one more time, between the two
great nation and our Palestinian colleagues. That is the solution. Because when it comes to science, we must measure the outcome. And it's not like 10 years ago that one or two people, they collaborate with each other. One lab to another lab. One school with another one. Schools are going to disappear probably in a few years. Our new generation is not going to sit in a school to listen for 45 minutes. We have access to technology, e-learning. And there is also accountability. If you are going to have hundreds of researchers and hundreds of researchers working together, they must provide the outcome because the outcome can be measured and also there is accountability. So this is a wonderful start, and I'm sure that if you continue to show willingness, it's coming from the other side as well. You know, I'm just going to finish in 30 seconds. They ask me, aren't you concerned, my family, going to Israel? And here they ask me, do you have family members in Iran? And the answer is yes. And again, thank you so much for inviting me. I feel really blessed, and it's a big responsibility for all of us, so it can happen. Thank you, Dr. Staples, Dr. Cohen, for inviting me. Believe me, we love you. Believe me, we love you. Oh, he's out too. He don't look like exterminator. Believe, no. Believe me, he love you. You want to tell me about your parents and Tehran a little bit? About what I tell you? About your parents. I was surprised. You told me they were born in Tehran. My name is Daniel Shimon Daniel Pur. Daniel Pur. Daniel Pur. I couldn't be more Persian name. I came from 1951 from Tehran. All my life in Jerusalem. Do you have any question, my friend? No, thank you. Thank you very much. I wash my face. I wash my face early in the morning. قاپاقالاده بود فیلم مستند که به انگیزه یک سفر صورت میگیره. دکتر نوذری ساعت تاثیر قرار میده. خیلی جالب بود دکتر نوذری. لطف دارید. قاپاقالاده. و به نظر من واقعا راه حل دیگری برای حل بحران خاورمیانه وجود نداره. فقط باید از راه های فرهنگی، راه های علمی سعی کرد که یک جوری سیاست رو کنار زد. چون سیاست تا به امروز فقط دشمن تراشی کرد. از تمام بیچارگی و بدبختی و بینوایی کل منطقه خاورمیانه به خاطر اعمال سیاست هایی است که همه ناشی میشه از منافع برخی ابرقدرت ها که خب عوامل و بازیچه های محلی خودشون را دارن و تا به امروز هم موفق شدن که خاورمیانه رو از ثبات بندازن. دوتا نظری میخوام ببینم که در این در مجموعه حالا نظراتی که دارید در این باره در رابطه برگشت به روابط و مناسبات دیرین، کسانی هم بودن در اسرائیل که با شما همسخن باشن، یعنی معتقد باشن که بله این راه درستی است؟ من کسی رو پیدا نکردم که مخالف باشه. عجب. من واقعا معتقد هستم و مطمئن هستم که هم پژوهشگران ایران هم پژوهشگران اسرائیلی علاقمند به همکاری با همدیگه هستن. این همکاری بایستی صورت بگیره و وقتی که صورت گرفت قدرت و صلح رو به هر دوی این کشورها به ارمغان میاره. اگر بینندگان شما هم لطف کنن برن روی اون سایت من hesamnozari.com میتونن بیشتر نظر من رو در این مورد بخونن. حتما حتما تشکر میکنیم. روز زی باز هم شما رو داشته باشیم در تلویزیون ایران فردا. لطف دارید. ممنونم. جناب چی میخواستید بگی؟ بگی بگی. من فقط خواستم از هموطنانم خدافظی کنم و اینکه چقدر آرزوی دیدارشون رو دارم. تشکر میکنم. خب همینان تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر.